سرپیچی از دستور حبت الله پسر وزیر معدن طالبان مسئول سفارت افغانستان در تاشکند تعیین شد. تشکیل مجمع فدرال خواهان افغانستان سرور دانش از طالبان خواست فدرالیسم را بپذیرند و همچنان در پایان نتایج جلسه دیشب در دشت برشی کابل علنی شد. مشروعی خبرها برغم فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت استخدام بستگان مقامهای این گروه در نهادهای دولتی، وزارت خارجه طالبان مغفورالله شهاب فرزند وزیر معدن این گروه را مسئول سفارت افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان تعیین کرده است. مغفورالله شهاب فرزند شهاب‌الدین دلاور وزیر معدن و پترولیم طالبان است که روز جمعه مسئولیت سفارت افغانستان در تاشکند را بر عهده گرفت. وزارت خارجه ازبکستان و طالبان به طور رسمی درباره تعیین مغفورالله شهاب چیزی نگفته است، اما افراد طالبان ویدئویی را در شبکه‌های اجتماعی پخش کردند که نشان می‌دهد که این مقام طالبان در مراسم مسئولیت سفارت افغانستان را در تاشکند بر عهده گرفت. مغفورالله شهاب در مراسم معرفی خود تأخیر در سفارت افغانستان در تاشکند را تبدیل وظیفه خواند و گفت که در دیگر سفارتخانه‌های افغانستان این تبدیل وظیفه به خوشنودی صورت نگرفته است. پیش از این احمد خالد حلمی سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاشکند بود. ازبکستان رابط نزدیک با طالبان دارد. این کشور سفیر خود را در کابل تحت کنترل طالبان حفظ کرده است. ازبکستان در ماه‌های گذشته میزبان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان بوده است. فرزند وزیر معدن طالبان در حال مسئولیت سفارت افغانستان در تاشکند معرفی شد که پارسال رهبر طالبان با فرمان فرزندان مقام‌های این گروه را از نهادهای دولتی برکنار کرد. طالبان با نشر فرمان منصوب به ملا حبت الله گفتند که او تعیین بستگان مقام‌های طالبان را در نهادهای دولتی منع کرده است. تشکیل مجمع فدرال خواهان افغانستان سرور دانش از طالبان خواست فدرالیسم را بپذیرد. شمار از سیاستمداران و نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان در نشست جریان سیاسی موسوم به مجمع فدرال خواهان افغانستان را تأسیس کردند. سرور دانش معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در مراسم اعلام موجودیت این مجمع از طالبان خواست که فدرالیسم را بپذیرد. آقای دانش گفته است که علی‌رغم اختلاف با طالبان از این گروه می‌خواهد که با پذیرفتن فدرالیسم بزرگترین افتخار تاریخی را به دست بیاورد. او تاکید کرد در صورتی که طالبان نظام فدرالی را بپذیرد، این مجمع به تمام معنا و در تمام عرصه‌ها با طالبان همکاری خواهد کرد. آقای دانش در نشست آنلاین به مناسبت اعلام موجودیت این مجمع گفت که با سقوط نظام جمهوری و تسلط طالبان بار دیگر نو نظام سیاسی افغانستان مورد توجه قرار گرفته است. او تشکیل این مجمع را آغاز مبارزه فراگیر برای انسجام تمام فدرالیست ها جهت برقراری نظام فدرالیسم در افغانستان خواند و گفت که آرمان این مجمع تحقیق نظام فدرال در افغانستان است. او درباره منشور این مجمع گفت که این جریان خواهان تغییر بنیادین در قدرت است. اندیپرژن افغانستان گزارش می‌دهد آیت الله واعظزاده بیسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان در سخنانی که در روز جمعه در یک گردهمایی مردمی در کابل ایراد کرد از عملکرد طالبان در مقابل شیعیان به شدت انتقاد نبود و گفت اشتباهات طالبان باعث ایجاد فاصله میان آنان و مردم شده است. او علاوه کرده است که ملا حبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با مولانا فضل الرحمن روحانی پاکستانی ملاقات کرد، اما از ملاقات با هیئت علمای شیعه خودداری نموده است. برخی از عالمان دین به سطوح آمدند. این روزها بخش از یک ویدیو سخنرانی مولوی عبدالشکور ارزبیگی از عالمان دینی مشهور ولایت کندوز در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده دست به دست شده است. مولوی موصوف از طرز حکومتداری طالبان انتقاد می‌کنند و طالبان را به بی‌رحمی و غمگرایی و ارعاب و شکنجه قرون وسطایی شهروندان به بهانه‌های مختلف از جمله اعدام عضویت در جبهه مقاومت یا داعش و گرفتن اعتراف‌های اجباری متهم می‌کند. این عالم دین در سخنرانیش از این یاد می‌کند که طالبان به زور سلاح از مردم اخاذی می‌کنند و مالیات کمرشکن بر مردم فقیر وضع می‌کنند، اما در عین حال تظاهر به دینداری می‌نمایند و ریش بزرگ می‌گذارند. آنچه این سخنرانی را جالب توجه ساخته دو نکته مهم است. یکی آن که فرد که این سخنان را بر زبان آورده عبا و قبای دین را برتن کرده و از منبر یکی از مساجد شهر کندوز به وعظ و نصیحت و رهنمایی دینی مردم می پردازد. البته واضح است که طالبان دست روی دست نمی گذارند و مولوی موصوف را در بهترین حالت خانه نشین می کنند. نکته دوم آن که دست‌های حاکمیت طالبان هنوز هم هستند افراد جان برکفه که خطرهای جانی بزرگ را پذیرا شوند و شیوه حکمرانی گروه طالبان را زیر سوال ببرند و از عواقب کار خود نترسند.
در 1.5 سالی که از حکمرانی این گروه سپری شده، اکثریت قاطع ملاهای مذهبی به نوع از انها همکار و همرکاب این گروه بودند، به نفع آنها تبلیغ کردند و با استناد نادرست به آیات و احادیث و گفتارهای بزرگان دینی سعی در مشیت دهی به این گروه داشتند و همچنین توجیه دینی برای سرکوب بی‌رحمانه مخالفان فراهم کردند. در عوض این گروه به ملاها مناصب دولتی را بخشیدند و آنان را به کارهای مهم گماشتند و برایشان امتیازات مادی و معنوی قائل شدند. بسیار از ملاهای مذهبی به منافع قش خود می‌اندیشند و پروایی از این ندارند که طالبان به زنان ستم روا می‌دارند، شهروندان عادی را آزار و اذیت می‌کنند و فشارهای گوناگون را بر آنها تحمیل می‌کنند. به برتری طلبی قومی دامن می‌زنند و در کشمکش‌های زبانی مذهبی موضع‌گیری ستمگرانه دارند. این رویکرد ملاها علاوه بر آن که برخواسته از خواهش‌های نفسانی و شهوانی است، منشأ در جهان‌بینی آنها هم دارد که مدر و محک سنجششان از ریش دراز و دستار بزرگ فراتر نمی‌رود. این که مولوی عبدالشکور کندوزی حاضر می شود منافع قشر خاص را که خود او هم به آن قشر متعلق است در پای مصالح شهروندان قربانی کند و حقایق را بدون لکنت زبان آشکار سازد و ماهیت قومی گروه طالبان را آماج انتقاد قرار دهد، از یک طرف بیانگر شجاعت و حتی تحور وی است و کاری است در خور تحسین آفرین، و از سوی دیگر این نشانه را بیان می کند که ماهیت قومی این گروه حتی در میان ملاها در حال برملا شدن است. هر قدم زمان بگذرد و مردم عملکرد طالبان را از نزدیک مشاهده کنند و مظالم ستمهای این گروه را به عیان ببینند، به تدریج شعارهای دینی و ملی طالبان رنگ می بازد و نقاب از چهره راستین آنان در نزد شهروندان برمی افتد. البته هیچ وقت این موضوع را نباید از یاد برد که مردم افغانستان دارای حافظه کوتاه مدتند و ممکن است با سرعت همه چیز را از یاد ببرند و چند سال بعد به همان نقطه صفر برگردند. اهمیت و ارزش انتقاد ملاها از طالبان در این است که گروه یاد شده همواره در پی سوء استفاده از شعارها و دستاویزهای دینی به منظور توجیه اقدامات خود و نیز نفوذ در میان شهروندان ساده دل است. این که بعضی از ملاها نسبت به عملکرد این گروه اعتراض میکنند برای مردمی که اعتقاد زیاد به ملاها دارند و از سخنان آنان را حجت میدانند، واضح میسازد که شعارهای طالبان شعارهای میانتهی و عاری از حقیقت است و ادعای آنها در مورد دین محور بودن عملکردشان پشیز ارزش ندارند. طالبان هم می دانند که اعتراض ملاها در برابر آنان در جامعه سنتی افغانستان برنده و مؤثر است و از زمین جهت است که همیشه سعی می کنند صدای ملاهای مخالف خود را خاموش کنند و با آنها اجازه ندهند تریبین در اختیار داشته باشند که طالبان به شدت بر مساجد و منابر نظارت کنند و اندکترین اعتراض از طریق منابر را بر نمی تابند. نارضایتی از طالبان در میان شهروندان روز بر روز در حال افزایش است. شاید کمتر رژیم در جهان وجود داشته باشد که به اندازه طالبان منفور خلایق باشند. با وجود این، یگانه عاملی که این نارضایتی های گسترده را مجال بروز نمی‌دهد سیاست سرکوب بی‌رحمانه طالبان است. این گروه چنان در سرکوب شکنجه شهروندان با بهانه های مختلف تبحر مهارت دارند که شگفت‌انگیز است. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه‌تان باشد.